شیخ بهایی بزرگوار چی میگه؟ گر نبود خنگ متلالگام، زد بتوان بر قدم خیش گام. اگه میگه اسب سفید اما تو لجام طلایی نداشتی خیره، که پای خود بازم رفته میتونی. حالی خود دوران ما اسب بود، نیم از اون دوره هستیم که سیمینار که میان ترق ترق اسب خود اونجا بسته میکردیم میامدیم در سیمینار. ولی حالی خود موتر هست بچه، خیر اگه میگه موتر نداشتی اسب نداشتی، بازم پای تست به ایوازش میتونی از پای استفاده کنی. ور نبود مشربه از زرنا، با دو کف دست توان خورد آب. اگر اما تو جام زرین نبود که آب بنوشی، از گلاس های مقبول نبود خیره، اما تو که دو تا دست بزنی بازم آب نوشیده میتونی. یا تا وقتی خورد بودیم در اطراف لوجود دراز میکشید آب میخورده. این رقمش خواهد. ور نبود بر سر خان آن و این، هم بتوان ساخت بنان جوی. اگر سر سر خان از این فلاو و آشک و منتو نبود، از کت نان جوی نام میشه. ور نبود جامعه اطلس تو را، دلق کهن ساتر تن بست تو را. اگه این جامعه بسیار قیمتی و مارک فلانی و فلانی نداشتی، همون تکک های لیلون که گفتم همون میتونه ستر کنه جانته. بازم یعنی از بدیلش از دالی که تو خودمت میبینی ویش کدام تان دو مجبوری نیستین، ولی باشم اون جبران داره. شانه آجر نبود بحریری، شانه توان کرد به انگشت خیش. که انگشتم بازم میشه خیر اینو که تو اینو تنظیم کنه. جمله که بینی همه دارد عوض، در عوضش گشته میاثر غرض. این کل چیزا هر چقدر که منام هم نگرفتیم، هر چیز دیگه ببینید ایوازیش هست، که هیچ چیز نبود هیچ چیزش هست، رای دومش هست. اما چیزی که نیست را توجه میکنه، آنچه ندارد عوض ای اوشیار، عمر عزیز است غنیمت شما. اینی میگه ایواز نداره. اینا میگن در جواب سعدی بزرگوار گفته. تو ببین سعدی بزرگوار چی گفته بود. اول اگه گله سعدی رو ببینین سعدی چی گفته. انسانای بزرگوار بودن. اخ کی بتونیم یگان مجلس سعدی خانی باشه. استاد بزرگوار یک چند دفعه در تلویزیون از گلستان و بستان اینا یادآوری کردی، بازم اون روند ایلا داریم دیگه. گوش کنی. اینا سعدی گفته. گوش توانت که اما عمر وای، نشنود آواز دف و چنگ و نی. میگه گوش میتونه که اگه هیچ موسیقی هم نباشه بازم زندگی میتونه بودم، که چنگ و دف و نیام که نبود خیره، گوش اگر رقمی گذران میتونه. دیدشی که بعد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سر آرد دماغ. اگه گل و نسرین هم نباشه بازم دیدام یک قناعتی میتونه. گر نبود بالش آگندفر، خواب توان کرد حجر زیر سر. اگه زی بالشتای پروکو مک خورد بودن، یک بالشت پروکو برم جور کرده بودن. تو بالشت که دیگه شما اگه اونه تو بالشت پرکو هم نبود خیر، سرت یک خشت و سنگ بازا بود. خنده نکنی که پرکو کلان شدی، نه یک بالش بیولی تو روزا هم بوده که خشت زیر سر مانده. آه دوری، یعنی من یک روز از کارهای خود بگویم و خدا دلتان برم میسوز اکیم چی کار نبوده من نکدیم، از خشت مالی و از داز دره و از این گپا. یعنی میگه ای هم میشه. ور نبود دلبر هم خواب پیش، دست توان کرد در آغوش خیش. اینا رو میگه کل گذران میتونی، اما سعدی از چی شکایت کرده؟ میشه کمی بی هنر پیچ پیچ. ای خود نزدیکای ماستنه همسایه از این بزرگوار حتما افغانستان سفر داشته، شکم برد ای هم گذران نکرده. خب این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. بازی کی گلره کده بود باز؟ او بزرگوار گفته بود نه شکم کت نان جوین میتونه، تو حتما سر شاکم نیستی. خب اگر نیکت نان جوین میتونه، فکرت باشه چیزی که نمیتونه او زمان است که از توشت نباید خراب شد. یاد ما باشه زندگی عمر کردن نیست، زندگی رشد کردن است. این قصه رو قبلا هم گفتیم، باز میگم. یک کسی از یک قریه تیر میشه، در قبرستانش که رسید نشته است مرحوم فلانی به سن 4 سالگی از دهان رخ داد، مرحومه فلانی به سن 3.5 سالگی وفات کرد، مرحومه 5 سالگی هیچ کس نبود که از 10 سالگی بالا مرده باشه. این کل در سنین خود. البته پیش خود گفتیم قبرستان کودکایشان است. دید که دیگه تو نشته از حاجی فلانی از سن 4 سالگی گفت شاید این مادرش کت خود اج مرده باشه. ولی دیگه که قبرستان نیست رفت میشه مرده نشد و خدا این برش سوال بود. او مرده گفت چی رقم از کل بنده کودکی میمرین؟ گفت نه ما سن سال به اساس عمری که سپری کرده نشته نمیتونیم، به اساس موثریتی که در قریه و جامعه ما داشته میبینیم. این آدم 90 سال بوده این یاجی سای فلانی، اما نقشش به اندازه 4 سال بوده در زندگی که بین مردم بوده. این فقط خودش خورده ذخیره کرده احتکار کرده، این بگم دفعه کمک خیرات کرده 4 سال به اندازه 4. زندگی اونو تعداد سالها نیست،
مقدار مؤثریت ماست. شاید 90 سال زنده باشیم اما کارنامه ما رو نشته کنن، نو ختم نشن. اینی بدبختی است. بنان ما باید بشیم. تنها چیزی که روزانه مثلا تقسیم شده بین ما زمان است، گفتیم از فرصت ها باید ثروت بسازیم. ولی یک چیز دیگه که در مدیریت زندگی نقش داره، نظم و دیسیپلین و انضباط است. اگر نداشته باشی هیچ وقت مدیر زمان نمیشی. بی نظم هیچ وقت از زمان استفاده نمیتونه. نظم در کارها. حضرت علی کرم الله وجهه در بستر شهادت اولادای خدا حسن حسین میفهمه، میگه من شما رو دیگه کل مسلمان ها رو میگه به دو چیز توصیه میکنم. یکیش نظم در امور است. در کارتون منظم باشید. بی نظمی خراب میکنه. مثال براتون بگم، خب بی نظمی میریم جراب خود یک طرف مندازیم، صبح خونه تو ناوقت هم از خواب میخیزیم، پنج کم هشت هشت بجه باید بریم موتر مامورین هم پشت دروازه آمده، حالا میپالیم یک لنگ جراب ما نیست، ای سوپالی سوپالی خود ما نفته مو زنکه کجاست جراب کجاست، ما چی بفهمم جراب تو اسمت بله تو باید متوجه شوارد باشی چرا نیافتی مال مقال دوا سر یک لنگ جراب مال مقال از دخانه. اگر روز اول کامده بود آدم ور جرابکای خود در بین بود خود میمان خود بوتای صدا میکرد که نه جرابای، ولی بی جای ماندید بی نظم کردید. کاغذای ما گد و دست صبح میگه علا بیارین تذکیری تانه کانه توضیح میشه، صبح شده علا آزنه که تذکیره کجا زیر صبح بالا الماری را کتاب ها را پر توی را بالا تذکیره نمید دالی که اگه یک اتاق خانگ اتاق الماری یک خانگ الماری اتاق الماری سعی نمید الگار سعی یک اتاق سعی می آخر من پس همون را میگم اتاق الماری ده کتاقه که الماری تا کاغذ های اسناد توان هر وقت کار شد میری بعض یار دیم نظم داره برق هم میره میفهمه کجا سر چیز میره شم گوگرد کل چیز هم میفهم چون نظم است در زندگیش. پیچکش کار بیا میفهمه دخانی تان سر پیچکش کدام وقت جنگ نشده بی نظمی است بچه بی نظمی است بی نظمی است. نظم در زندگی در میز کاری یک کاغذ کار داری یک کاغذ پسکی یک کاغذ هی میز هی کل چیز تک منظم باشه میتونم چی در کجا شده در اسکرین کمپیوتر بعضی ها که ببینی که فولدر پرست که یک گدودی است که خودش یک فایل خود نیم ساعت دو کمپیوتر خود پیدا کردن در سرچ کمپیوتر رو میزن و ایران میمونه میگه از بس که تیمی نظم کردی ولی اگه بفهم که در کجا مونده میره بنام نظم در تبدیل وسایل تازه نظم مهمترین گپ است. در مباحث بعدی صحبت خواهد کردیم. ما مثلا اول جراب میپوشیم باز بود نظم تو اول بوتای تو پشت سر جرابای تا کشک برای بیرون میگه این در سیمینار دیوان نشده اینا بگیر امتحان کنی اینا میره تبدیل کنیم برای میگه ایشالله ایلا شده دیوان اگر در منطقی ما ایشالله ایلا با او خاطر نامیچه یاد محمد گفت میگه یادی از او هم شده من دیوان ها را دوست دارم نه و دلبر دیوانه بگوید بیاید دیوانه چی دیوانه ببیند خوش شاید مره قد در شفاخانه ساعت روانی دیوانا دوست داره که شما هوشیاره در عمر دوست نداره میگن چه میتونه که دوست داره میگم هم قواری خدا یافتن هم طبیعت خدا هم طبیعت خدا یافتن مره والا دیوانگی خوش شما میه با خدا با قرآن بیغم خواه کنه سیمینار نه مدیریت زمان ساعت ته دیگاه غم تیرم میخوره نه میگه دل عاقل مشو عقل نشو تا غم دیوانه گان خوری دیوانه شو تا غم تو عقلان خوره خب دیوانه بنداز دیگه غم تو خوره بنان نظم و دیسیپلین داشته باشین در خود کارا اولویت بندی کنین کدام کار اول با پنج کار در روز دارم به کدامش اول برسیم این بسیار مهم است و رهبر زندگی خود باشیم. ببینید ما و شما که میشینیم دلاف و پتاک که میشینیم هیچ چیز بر ما بس آمدنی نیست کلا پوتین تو کات ترامپ تو کات فلانی تو کات بیسمدانی تو کات خب چی کردی تو خودت یک وسیله تا در جایش مانده نمیتونی یک درس تا به وقتش خوانده نمیتونی ششتی گله و قصه از دیگرها میکنی و بدبختی است. اول بیاین رهبر زندگی خود شیم همون چیزایی که باید در سطح جهانی اصلاح کنیم تو در زندگی خود اول اصلاح کن رابطه تا در خانه خوب کن قهرمان زندگی خود باش نه قربانی حالا این دو تا قاف یاد باش به جای قربانی بودن شرایط قهرمان زندگی چو بسازش امیالی او شکایت والا شرایط تغییر کرده تو شده تو شدی بچه هنوز میبینی نه اعتداد استوار گام میزنه تو نقش تو چی است برای اصلاح شرایط خودت یاد ما باشه امروز مساوی با فردا است اگه میخوایم مدیریت زمان کنیم رنج امروز با رنج فردا مساوی است لذتش با لذت فردا اما آدمی که مدیریت زمان نداره چی لذت ها امروز برده میره رنج ها را درست است باز میخونم حالی خود تلویزیون میبینم درس باز میخوانم خب باز بخواد سعید صبح میشه حالی خود چکر از باز میخوانم دیگه سوال خود میمونیز باز میخوانم دیگه روز این اما تو درس میمونی کل شب شب امتحان شب امتحان حالی وار خطا اول خط استاد جنگ میکنه او استاد ما رو یک ما پیش باید میگفتی امتحان تو خبر نداری که امتحان آمده نیست
که استاد یک پکر جنگ میزنی باز میشه تا صبح بشی روید میری نقا پوندیده فاسفورس های مغز کلش خلا شده قلم میگیری چی به یادت نمیه باز غال مقال داری او سوالا رو از جای وردی که ما نخوندیم خود تو بعد که نخوندیم میخوندی کتابت معلوم بود جایش هم میخوندی بعدش هم دیگه صبح کلش پس از یادت رفته دالی کو موصلی که از اول متوجه شده بود خوانده بود منظم کل کارش تنظیم است بنان رنج امروز با رنج فردا کار امروز حتما باید بکنیم کار امروز به فردا میافگن اگر مجبور شدی که میمان لذت ها را به تعویق بنداز نه رنج ها را نه کار سخت با زورت نمیرسه شو که مثلا بر سور یک لذتت مانده خواهد آرام است صبح که زور لذت داری اگر رنج مانده باشه اوه حتی روز که شروع میکنی اول سخت ترین کارهای تخلص کنی من خودم مثلا بعضی وقت بی توجه کردیم اونقدر در جنجال شدیم مثلا مثال شام خانه میرفتیم خسته بودیم تیر موتر کم هوا بودم گفتیم برو با صبح هوا بگیریم صبح خستیم که بیخی در زمین چسبیدیم حالی گفتیم تو بگیم تیر تبدیل باز گفتیم حوصلش نیست تو بیا ایرم تو سر از ویل ببر اونجا بردیم پیش میگیم تیر بیخی شاریده برو یک تیر نو بخر خلاصه کل چیز به دست خود خراب کردیم اگر اون لحظه میرفتیم تیر هوا میدادم یک جنجال بعدیش نمیامد بنان با تنبلی و با کار به تعویق انداختن خود ما رنج میبریم کار امروز رو به فردا میافگن ترتیب داشته باشیم کار هیچ وقت به تعویق نندازیم یک قانون از روانشناسی میگه یک دوسه شروع نگو از شنبه شروع میکنم نگو از ماه عمل شروع میکنم نگو از سال 1401 شروع میکنم نه یک دوسه شروع آدمگری رو هر وقت شروع کنی هم وقت وقتش است نکو به تعویق ننداز برای آدم شدن چرا آدم باید طالبته که از فلان ندید امو لحظه شروع کن